درست کردن این سیدی ها شما نیاز دارید به سیدی های قدیمی، قیچی، چسب و رنگ که من اینجا از گواش استفاده کردم، ولی شما میتونید از رنگ های آکریلیک هم استفاده بکنید و خب قلمو اینا برای نقاشی کردن. اولین کاری که باید بکنید اینه که روی سیدیتون رو با قیچیتون قسمت پوشش روی سیدی رو خراش بدید تا به اون قسمت بیس زیریش برسید. وقتی که این کار رو کردین یه تیکه از چسبتون رو میبرید و شروع میکنید با چسب اون لایه روی رو کندن. خیلی کار آسونیه. ترجیحاً اگر از چسب پهن استفاده کنید خیلی زودتر به نتیجه میرسید. فقط حواستون باشه که اولش یه ذره خوب چسب و فشار بدین روش تا قشنگ بکنه. همونجور که میبینید خیلی راحت کند و هیچ کار خاصی لازم نبود که من انجام بدم. میگم اگر از چسب پهنم استفاده کنید خیلی روندتون سریع تر انجام میشه. حالا انقدر این کار رو تکرار بکنید تا یه سیدی شبیه این سیدی که الان اینجا من دارم به دست بیارید. شما میتونید اصلا کلن این کارم انجام ندین اگر که میخواین که روی سیدیتون رو کاملا رنگ کنید و نقاشی بکنید، ولی اگر که میخواین که مثلا طرحی رو بکشید که یه ذره مدل خاص‌تری داشته باشه، اگر این کار رو بکنید خب خیلی بهتر جواب میده. من این رو خواستم فقط بهتون نشون بدم. حالا دیگه اینجا دیزاینش به سلیقه خودتون بستگی داره که چه دیزاینی بکنیم. من خیلی نقاشیم خوب نیستش. اینجا یه چیز خیلی ساده سعی کردم بکشم که نشون بدم که هر کسی میتونه این کار بکنه. روی سیدیمو کاملا رنگ کردم و شروع کردم بعد از رنگ کردنشون روی سیدی ها بعد از خشک شدنشون طرحی که میخواستم رو کشیدم. البته که من اینجا مجبور شدم یک لایه دیگه هم رنگ بزنم چون بعد از خشک شدنشون یک مقدار کم رنگ شده بودن. اینجا که میبینید یه ذره رنگ محلت سایه روشن داره، سیدی هم کامل خشک نشده بودن. البته مشکل خاصی پیش نمیاره، ولی خب اگر که میخواین که کارتون قشنگتر بخوابه و تمیزتر باشه بایستید اول خشک بشه بعد بکشید. حالا دیگه توی این مرحله هر طرحی رو که دوست دارید روی کارتون میکشید. من اینجا سعی کردم یک گل ساده بکشم که همونجور که میبینید بد نشد، ولی خب بازم میگم من نقاشیم خیلی خوب نیست. به قطعا کسی که نقاشیش بهتر باشه خیلی کارش قشنگتر و تمیزتر هم میشه. خیلی طرح‌های مختلفی میتونید برای این سیدیا پیدا بکنید. توی اینترنت اگر که تو سرچ بکنید خیلی طرح‌های مختلفی میاره. توی اینستاگرام هم من حتما توی قسمت هایلایت ها میذارم، اونجا رو چک بکنید که اگر خواستید ایده بگیرید بتونید مدل های مختلفش رو ببینید. این سبک سیدی ها خیلی جدیدن توی تیک تاک ترند شدن و خیلی تنوع زیادی داره مدلی که شما میتونید براشون بزنید و این کاملا به سلیقه خودتون بستگی داره که چی کار باهاش بکنید. اگر که دوست دارید که بازم ترند هایی که توی تیک تاک یا یوتیوب هستن و بهتون آموزش بدم، حتما این پایین برام کامنت بذارید که چه چیزایی رو دوست دارین که یاد بگیرید. اگر هم سوالی دارین حتما توی قسمت دایرکت اینستاگرام یا همینجا توی کامنت ها میتونین ازم بپرسید و بهتون جواب میدم تو جایی که بلد باشم. حالا اینجا من میخواستم به صورت آویز استفاده بکنم سیدیامو. اومدم پشتش رو یه کنف چسبوندم و روی کنف هم یه تیکه کاغذ چسبوندم که مطمئن بشم کنده نمیشه و به همین سادگی بر خودم آویز درست کردم. حالا شما میتونید که هر تعدادی که سیدی میخواییم به این آویزها بچسبونید و اصلا کل دیوارتون رو دکور کنید باهاش، یا حالا میتونید به هر نحو دیگه که دوست دارید از این سیدی ها استفاده کنید. حتی یکی از استفادهایی که من دیدم از اینا میشه با عنوان زیر لیوانی هستش. این هم یکی دیگه از استفادهایی بود که شما میتونید ازش انجام بدید.
امیدوارم که از ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید ویدیو رو و سابسکرایب هم فراموش نشه.